خانم آقایان سلام، بعد از 4-5 هفته دوری تصویری از شما امروز فرصتی دست داده تا در آستانه سال نو و نوروز 99 گفتگوی داشته باشم با امیر طاهری، روزنامه‌نگار پیشکسوت مقیم لندن. در این چند هفته وطنمان همچون بسیاری از دیگر کشورهای جهان آماج حمله ویروس خطرناک کرونا قرار گرفته و شوربختانه به خاطر پنهانکاری، دروغگویی، سوء مدیریت بحران و ضعف تدبیر روحانی و دولت ناکارآمد وی، ایران به یکی از کانونهای بحران کرونا در جهان تبدیل شده و میزان مرگ و میر بیماران مبتلا به کرونا با سرعتی برقاسا رو به افزایشه. امروز 23 اسفند 98 شمار مبتلایان به 11364 مورد و فوتی‌ها 514 نفر اعلام شدند که البته بسیاری از ناظران معتقدند شمار واقعی مبتلایان و فوتی‌ها به مراتب بیشتر از ارقام ارائه شده از سوی وزارت بهداشت است. در روزهای پایانی سال 98 همچنین شاهد قرار گرفتن ایران در لیست سیاه FATF بودیم که این به معنای جدی نبودن جمهوری اسلامی در مبارزه با پولشویی و ادامه تأمین مالی تروریسم است و کشورها را به اجرای کامل اقدامات احتیاطی در ارتباط با جمهوری اسلامی باز می‌گرداند. در این حال آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش سه‌ماهه خود درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران نوشت که این کشور به بازرسان این آژانس نه اجازه دسترسی به دو مرکز اتمی را داده و نه به سوالات آژانس پاسخ روشنی داده است. آیا جمهوری اسلامی با بی‌اعتنایی به خواسته‌های آژانس و حرکت احتمالی به سوی تولید بمب اتم در جهت تقابل نظامی با آمریکا و اسرائیل گام برمی‌دارد؟ برای ارزیابی مهمترین مسائل ایران در سال 98 و بررسی دورنمای کشور در سال 99 گفتگو می‌کنم با امیر طاهری در لندن و به روال معمول برخی از پرسش‌های شما مخاطبین گرامی رو با آقای طاهری مطرح خواهم کرد. تری به برنامه فراتر با فرهودی خوش آمدید. خیلی متشکرم که باز در برنامه فراتر شرکت میکنم. مقدمه که گفتیم مقدمه جالبی بود، فقط من سه اظهار نظر راجع بهش دارم قبل از اینکه مصاحبه شروع بشه. اظهار نظر اول این است که نگذاریم این فاجعه کرونا شوق و شوری رو که ایرانی ها نسبت به نوروز دارن تحت شعاع قرار بدیم. نوروز در هر شرایطی باید برگزار بشه. چهارشنبه سوری انشالله همین هفته در بهترین شرایط برگزار بشه. البته رهبران جمهوری اسلامی از ترسشون میخوان در واقع خیابونا رو اشغال بکنن. به آقای خامنه‌ای یک فرمانی صادر کرده به تیمسان باقری که رئیس ستاد است که در واقع سپاه بیاد اشغال کنه شهرهای ایران رو. ولی به هر حال باید چهارشنبه سوری رو برگزار بکنیم و نوروز رو هم برگزار بکنیم و بر کرونا هم خودمون غالب بشیم. نکته دوم که می‌خواستم خدمتتون بگم، به صحبت از بی‌لیاقتی دولت روحانی و اینا کردین. واقعا اگر منصفانه بخوایم صحبت بکنیم، تقصیر دولت آقای روحانی یا شخص روحانی یا کسی دیگه این نیست. این تقصیر یه سیستمی است که کار نمی‌کنه. یعنی به جای آقای روحانی اگه بنده نشسته بودم همین افتضاحی میشد که الان هست. اگه آقای احمدی نژاد هم بود همین بود. آقای نمیدونم خامنه‌ای، خاتمی، همه اینا، یعنی میایید اسیران یک سیستمی هستن که نمیذاره ایران مثل یک دولت مؤثر، مثل یک کشور مدرن زندگی بکنه. و این بدبختی تقصیر شخصی نیست، یعنی ما مسئله حزبی و اینا نیستش. ما یک سیستمی میخوایم که در اون سیستم آدمای بد و بی عرضه هم نتونن به مملکت صدمه بزنن. متوجهین؟ ولی الان یه سیستمی داریم که بهترین آدم‌ها رو بیاریم باز به مملکت صدمه خواهند زد. نکته خود قبول دارم کاری میونه کلامتون این مسئله پنهانکاری و دروغگویی مسئولین جمهوری اسلامی در رابطه با مسئله شخصیشون نیستشون، این مسئله سیستمی که شده.
ببینید شما مثلا رئیس روحانی هستین، رئیس جمهوری هستین، اولا این نمیدونه در کشور چه خبره، برای که اطلاعات کافی بهش نمیدن. این آقای خامنه ای مثلا یهو تیمسار سلیمانی رو میفرستاد مسکو مذاکره کنه، اینا هم نمیدونستن. بعد یه روز آقای روحانی نشسته بود تو دفترش، بهش گفتن ای رئیس جمهوری سوریه اومده تو ماشین داره میاد اینجا، اصلا نمیدونست رئیس جمهوری سوریه وارد مملکت. حالا بدبخت روحانی، نمیخوام ازش دفاع بکنم چون به نظر من آدم احمقی، یعنی هر که تو این سیستم آدم احمقی، ولی کاری دستش بر نمیاد. وزیر بهداری اومد یک ستاد نمیدونم مبارزه با کرونا درست کرد، فوری آیت الله خامنه ای یه ستاد دیگه درست کرد، بعد اونم کار نکرد. شورای عالی امنیت اومد، اونام یه چیزایی گفتن، حالا یه چیز دیگه هم با تیمسار باقری درست کرد. یعنی اصلا سکس آبش نمیشناسه.